یک آشپزی حرفه‌ای دیگه با آشار کلی خوش اومدید. بچه یادتونه این نودل رو خریده بودم و واقعا فکر نمی‌کردم انقدر بزرگ باشه. می‌خوایم تقریبا اینو درست بکنیم فقط با یه منطق دیگه. نودل که همین نودله، خب بعد اگ نودل هم هست، یعنی یه نودلیه که باید حتما توش تخم مرغ باشه. بچه عکسی که اینجا برامون تدارک دیدن یه تخم مرغ آب پز است که من اصلا نمی‌خوام تخم مرغ آب پز بزنم توش. گوجه هست که من اصلا گوجه با نودل قبول ندارم. هویج گذاشتم که جعفری و بروکلی گذاشته، اینم صدف گذاشته که ما توی ایران باید دونم صدف داشته باشیم، و میگو گذاشته که میگو ندارم ولی چیا دارم، این داداشمون رو که دارم، تخم مرغم دارم دوستان، جلبک که از اون ویدیوی هات هات مونده بودم داریم که اگه خدا بخواد امروز دیگه خورده بشه، و دیگه چی داریم؟ سوسیس مرغ. یعنی مامانه سوسیس شده و اینجا بچه‌شون هم اینجاست. ما خیلی آدمای دلرحمی هستیم میدونی. خلاصه که قراره سوسیس تخم مرغ داشته باشیم با نودل تخم مرغ. گفتم سوسیس تخم مرغ، سوسیس مرغ و نودل تخم مرغ، ببخشید، و جلبک و یه جورایی همین دیگه. بریم که آشپزی امروز شروع کنیم. خب در ابتدای کار که بچه من اینجا همونطور که مشاهده میکنید اینو گذاشتم به گوشه، بیایید نودلمون رو بهش اضافه کنیم. او چقدر سخت باز شد. او چقدر نودل باحاله بچه، چهار تایه و یک دونش قشنگ اینجوری قلوپی در میاد. آه انداختم توش و هنوز سه تایی دیگه داره. چه خوب میذارمش توی یخچال و هر وقت دلم نودل خواست میسازم. به نظرتون اینم مثل نودلای دیگه قرار 5 دقیقه بپزه و یا اینکه قرار کل عمرمونو بگیره؟ بذارید مطالعه کنیم. آبی که در حال جوش بود نودل رو اضافه کردیم. اوه فقط 5 دقیقه لازم داره دوستان، نه نهایت. بعد باید خارجش بکنیم. بعد میگه بندازیدش توی سوپ و داغ میل کنید. ما سوپ نداریم. پس چرا اسمش نودل تخم مرغ اگه نیاز به سوپ داره؟ ببینید بچه ها، ما یه استایل دیگه ای درستش میکنیم. آه راستی بچه ها، از این قاشق چنگالاش هم هست که اینا رو باز نکردم. بیایید ببینیم اینا چجوریه. چاپستیک چوبی داره، یک عدد قاشق داره. چقدر خوبه این کمبوش رو دوست داشتم. آه تازه دستمالم برامون گذاشته. اوه تازه خلال لندون هم داره. چقدر این چینی ها خوبن. به به، همه چیمون تکمیل دوستان. خب حالا که اینو داریم مثل کره یا بشکنیمش. کره یا قدرتمندن چون من نمیتونم بشکنمش یه جورایی. واه چقدر سفته، یه جورایی میترسم. تونستم دوستان. خب ببینیم این پخته شد. نه هنوز پخته نشده. میدید میخوام چیکار کنم بچه ها؟ میخوام تخم مرغ رو اینجوری قلوپ بشکنم توی این. آره قراره این کار رو کنیم. تا این پخته میشه به این صورت میریم سراغ نودل سوسیسمون. گفتم نودل سوسیس کنسرو سوسیس مرغ. این که کلمات رو اشتباه میگم فقط یک دلیل داره، ذوق و شوق برای غذا، چون که من خیلی امروز وقت نداشتم غذا بخورم. بیاید که بازش بکنیم. چیز خاصی که ننوشته نه، فقط گفته 10 تا هات داگ توشه. اسمش هات داگه ولی از مرغ درست شده تو کنسرو. واقعا منطق این توی این ویدیو خیلی صحبت میکنه. بچه من بازش کردم. بگید خوب کوین چاپستیک بیه اینجا داداش. بیاید نشونتون بدم چجوری هست. بوش که واقعا اویه بدی نیست دوستان. ای وای بر من، اینو نگاه. بذارید یک دونش رو خارج از منو بخورم. نکنه باید بیجوشونمش. کی سوسیس رو میجوشون آخه؟ نمیدونم. اول این رو امتحان میکنیم، فوقش مسموم میشیم دیگه. خوشمزه است. گفته که بعد از اینکه درش رو باز کردید توی یخچال بذارید و تا چند روز آینده مصرفش کنید. هیچ بجوشونی نداره. پس خیلی اوکیه که من الان اینو بخورم. و خوشمزه هم بود. قیمتش هم اینجا بهتون میگم چند خریدم. جدا خوشمزه است. حتی من خیلی سوسیس دوست دارم، اینم بگم. اینجوری خواهم خوردن چون که اصلا دوست دارم. به هر حال بریم سراغ این. داداش بپز دیگه، من گشنه دارم سوسیس میخورم از گشنگی. نکنه هیچ مزه‌ای نداشته باشه دوستان، چون که هیچ ادویه‌ای هم به ما نداد. نکنه بدمزه ترین غذای دنیا رو بخوریم بچه‌ها. آخه یه جورای 5 دقیقه‌مون هم خیلی بیشتر شده، شاید چون که این آب جوش من هی گازم خاموش شده بود. حالا فهمیدم.
میخواستم تقصیر آبجوش بندازم، میگن طرف نمیتونه برقصه، میگه زمین کجه، یه چنین مشکلی داشتیم الان. به هر حال دوستان، من صبر میکنم که این خوب بجوشه و بعد باز میگردیم. خب دوستان، من برگشتم. خب این تقریبا پخته، اما الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم همونطور که کره ها انجام میدن درون این یک عدد تخم مرغ بندازیم. اینقدر بچه کندم که میتونم ملقب بشم به چیزهای ناپسند، ولی نجاتش دادم. زرد قلوب بیرفت توش. دستشون درد نکنه که دستمال گذاشتن برامون، دستمونو باش تمیز میکنیم و دوباره باید دستم و دوباره باید صبر کنیم که بپزه کامل کامل کامل. در این بین بچه ها، کوکو میخوای چیز بخوری؟ بیا ببینی کی اینجاست. اینجا یه سلام کن به بیننده های عزیزمون، یه سلام کن که دلشون حسابی برای تو تنگ شده بود. بچه ما نگاه خوشمزه است، دوست داری؟ ایوه بیا همش مال تو. گرفت و فرار کرد. خب خوشمزم بود، حق داشت که بگیره و فرار کنه و نمونه اینجا، ولی من دوست داشتم که شماها کوکو رو ببینید. خب فکر میکنم که اینم در حال پخته و خوبم داره پیش میره. امیدوارم که خوشمزم بشه. تا حالا تخم مرغ اینجوری توی آبجوش ننداخته بودم دوستان. یه کار عجیب غریبی کردیم. تموم شد کوکو، بی اینجا بشین پیش من، بیا به بیننده ها سلام کن. با بیننده ها صبح بی اینجا کدو بی اینجا بشین، به بیننده ها سلام کن. تفلکی ها یک آلمه شون عاشق تو هن. بزن قدش، بیا بزن قدش بچه، بزن قدش، بزن قدش، نمیزن قدش. سلام به دلاغت. اوخی قدش هم بزن مامان. بفر بفر یه دونم بیننده ها ببینن. او دیدی بچم همه چی بلده. آفرین. خب بچه ها بریم ادامه نودلمون. بیاید یک دونش رو بردارم ببینم مثلا این نودل پخته، چون که این حرارت این اجاق من خیلی نیست حقیقتا، امکانش هست که یکم دیرتر بپزه چون الان خیلی از 5 دقیقه گذشته. ببینیم که چه اوف چه بود، تخم مرغ گرفته. نه واقعا بدبوه. میدید باید چیکار کنیم؟ باید بهش سس بزنیم. خود این نودل پخته تخم مرغ هم فکر کنم دیگه بپزه دیگه، یعنی لطفا بپز. من از اون نودل قبلی ها سس دارم، اصلا کنم اگه از اون سس بزنیم خیلی خوب. او بچه من اشتباه این زرده رو ترکوندم، نا کنید ترکیب چیکار نداره، خوشمزه تر میشه، ولی میگم که واقعا یک سس نیاز داره. خب بیایید ما اینو منتقلش کنیم به اینجا. با نودل تخم مرغمون برگشتم دوستان و سس آوردم، یک دونه از این سسای نودلای وحشیمون که امیدوارم بدمزش نکنه، به خاطر همین یک ذره میزنیم. حالا یک ذره از یک ذره بیشتر و حالا همش میزنیم، انگار که بهترین چیز دنیا رو درست کردیم. یعنی بچه این سس رو میزنیم اصلا بوی نودل تغییر میکنه. من نمیدونم توی این سس چی میزنن که اینقدر قویه، ولی صدا رو گوش کنید عجب صدایی داره. حالا میدونید چی مونده؟ یک دونه از این سوسیس تخم مرغ رو باید اینجوری توش خورد بکنیم، چرا؟ خوشمزه بشه. حالا چون خیلی رنگش تغییر نکرد، من میگم یک کم دیگه هم سس بزنیم، مخصوصا روی این سوسیسا چون مزهشون خیلی خامه. من خیلی مزه چیز سوسیس دوست ندارم اینجوری خام خام طور. خب یه همه دیگه بزنیم و بریم برای اینکه ببینیم چی درست کردیم. او جلبک هم داریم راستی، ایشالا که امروز استفاده میشه. خب اولین بایتو بزنیم ببینیم چی شد. داغ هم از داغ، من که پوستم صورتم چیزی نموشه. برای اولین بار سس تند نجاتمون داد، واقعا مزهش رو از این رو به اون رو کرد، اون مزه تخم مرغیش رو گرفت. یکم جلبک هم توش بریزیم که خوشمزه تر بشه. جدن دم چیز گرم، دم سوسه گرم واقعا نجات دادیم نودلو. به نظرم خیلی مزه تخم مرغ میده. حالا یکم با این جلبکه مزه دریا هم میگیره. کلا تخم مرغ داریم، سوسیس مرغ داریم، جلبک داریم، نودل داریم، از همه جا ما یه خوردنی داریم، دریا، زمین، آب، همه جا. و بچه ها با جلبک خوشمزه ترم شد، واقعا خیلی خوشمزه شد. واقعا به غذای امروز میتونم 7/10 بدم. حالا شما الان میرید امتحان میکنید میگید واو خیلی بدمزه بود، من دوست داشتم. مخصوصا بعد اون هات پاده که وای بچه ها، ویدیو هات پاده اگه ندیدید حتما برید ببینید، رسما جهنم خالص بود، انقدر که
بدمزه بود، انقدر که بدمزه بود وای اصلا یادش میفتم میتونم گریه کنم. به جاش غذای امروز جدا خوشمزه است و بچه جدا امیدوارم که روی پوست و صورتم یه چیزی نباشه. دیگه من آخرین لقمه‌ام بخورم و بعد دیگه ویدیو رو تموم کنیم، چون خوب بود، خوشمزه بود، راضی بودم. فکر نمی‌کردم انقدر زیاد بخورم ولی چون خوشمزه بود خوردم، راضی بودم جدی به غذای امروز. می‌خوام 8 از 10 کامل بدم واقعا. اصلا میگم که اون سس نجاتمون داد بچه‌ها، جدا اون سس نجاتمون داد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید، کامنتایی که این سری انتخاب کردم و تا یه ویدیوی دیگه لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. خدا نگهدار.